خانه دوست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یاران، مهرآمیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 13 ماه جون 2009 میلادی برابر با 23 خرداد ماه سال 1388 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و متأثر و غمگین، مثل همه ایرانیانی که نمیتونم بگم همه ولی بسیاری، از آنچه که میشنویم و از اخباری که از ایران میاد که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 ایم رادیو ایران همراه با هانیبال کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. شب سختی رو گذروندیم هممون، روز گذشتم همینطور. نمیدونم چی میتونم بگم در اول برنامه، فقط میخوام بگم که در هر حال آنچه که شاهدش بودیم و آنچه که دیدیم غم انگیز بود. حالا چه آرا تقلب تو شده باشه، چه آرای رأی‌های درست ریخته باشن به صندوق، از هر زاویه که نگاه میکنیم غم انگیزه. و خودم فکر میکنم که شب سختی رو من گذروندم، حداقل شب گذشته، و لحظه آرامش نداشتم به خاطر اینکه بازم یک بار دیگه احساس کردم که بچه های جوان در ایران صدمه خوردن. دلم برای اون جوان ها خون شد دیگه، حریفم نمیشن. هم به خودم نهیب زدم دیشب تا صبح که بابا تو که از نظر سیاسی باید بالغ بشیم، بگه حیرت کردن نداری که، باید بودی انتظار دیگه مگه قید از این داشتی؟ بعد به خودم گفتم نه، خب انتظار دیگه ندارم، ولی گفتم مشکل من اینه که موقعی که جوان ها غمگین میشن، موقعی که جوان ها سر میخورن، منم با اونا خیلی غمگین میشم، حالم بد میشستم. بریم و برگردیم. بفرمایید تو. در هر حال ما امروز چایی هم براتون گذاشتیم، هرچند با خنده و شادی نمیخوریم چایی رو، ولی بازم براتون چایی تازه دم کردیم. بفرمایید تو. بفرمایید. بازتاب خبر. من فکر میکنم که بازتاب خبر هفته گذشته رو اگر به هر چیز دیگه غیر از انتخابات در ایران بپردازیم کمی بی‌انصافی باشه، به دلیل اینکه واقعا همطور که همیشه گفتم بازتاب خبر اول برنامه خانه دوست، آنچه که در ذهن من مونده از هفته گذشته است که برای شما میگم، و الان ذهن من تماما مشغول قضیه انتخابات در ایران، همینطور تمام هفته گذشته. رادیو تلویزیون های آمریکا، CNN، فاکس نیوز، ABC، NBC، CBS، رادیوهای محلی، رادیوهای NPR و بقیه همه طی این چند روز با افراد مختلفی مصاحبه کردن، گفتگوهای مختلف گذاشتن و CNN همینطور مرتب داره گزارش میده. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم 30 ثانیه پیش کریستیان امانپور داشت از ایران گزارش میداد که شلوغ شده در ایران و جوانا ریختن و تصاویر رو نشون میداد که با سنگ دارن حمله میکنن به بعضی از مراکز و انتظارش میرفت دیگه، انتظارش میرفت که همچی چیزی بشه
و آقای موسوی یکی دیگر از کاندیداها هم در راه رفتن به خانه آیت الله خامنه ای از قرار معلوم دستگیر شده، نذاشتن که به اونجا بره، میخواست دیداری بکنه و شکایت حضوری بکنه از مسئله‌ای که به گفته خودش تقلب بزرگ در انتخابات، و از همه طرفدارانش و کسانی که رأی دادن خواسته که بیستن همراه با او و مقاومت کنن تا ببینن چطور میشه. پیشبینی این هستش که در ایران شلوغ خواهد شد و به ویژه در تهران. از طرف دیگه آقای احمدی نژاد داره تدارک یک جشن بزرگ رو میگیره برای اینکه انتخاب دفعه بار دوم خودش رو به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران جشن بگیره. خلاصه در اوضاع احوال در مملکت ما، در ایران عزیز ما، به طور غم‌انگیزی نگران کننده است. روز پنجشنبه رادیوی NPR KPCC گفتگویی داشت در مورد رای دادن یا ندادن در بین ایرانیان مقیم کالیفرنیا. گفتگویی با چند تن کرده بود، گفتگویی هم با من کرد که در اونجا من اعلام کردم که من رای نمیدم روز پنجشنبه. بعد نیست بخشش رو با هم گوش بکنیم. شرلی جهاد گزارشگر NPR گفتگو میکنه با چند تن از ایرانیان. KPCC's podcasts are supported by Harvey Mudd College, where engineering, science, and mathematics are informed by the liberal arts. Students and faculty working together to solve problems and serve society. Online at hmc.edu. Southern California is home to this country's largest concentration of Iranians, Muslims, Christians, and Jews. It's also been the epicenter of political debate, not only over who to vote for, but mostly over whether to vote at all. It has been a very hot subject for the last 2 weeks. Homas Arshar is a prominent Iranian-American journalist with a program on the Persian language AM radio station KIRN. She says very few Iranian-Americans voted 4 years ago, and many have had second thoughts since. Last election, the election was boycotted, and this time most of the people are telling to each other that because we have not voted, we end up with Ahmadinejad, and this time we should not make the same mistake. It's a question of bad versus worse. So maybe it's better to vote for the bad person and then do not end up with the worst. During this week before the election, UCLA and USC hosted 3 debates centering on whether to vote. The Islamic Republic of Iran says anyone born in Iran may vote, so can their adult children. Iranian-American satellite TV programs produced in Los Angeles have been urging Iranian-Americans to stay home. Sarshar, who is Jewish, says she doesn't plan to cast a ballot. I don't vote myself because there's no place for me as a woman, as a minority, in the constitution of this regime. This election is good for Iranian Shia men, and it doesn't have anything to offer for women, let alone a minority woman. Others harbor stronger objections to the vote. هفته که گذشت با چند تن از یاران و دوستانی که در ایران دارم گفتگو داشتم، رد و بدل کردن نامه های مختلف و ایمیل های مختلف یه جوری ما رو با داخل ایران وصل کرده بود. یکی از کسانی که باش گفتگو می کردم از طریق ایمیل خانم رخشان بنی اعتماد بود که قرار بود که همین لحظه در این ساعت با او یه گفتگویی بکنیم، و قبل از اینکه برنامه شروع شه من تلفن کردم و رخشان گفت که حالش بسیار بده و هیچ آمادگی صحبت کردن نداره، ولی بیانیه داده بود رخشان بنی اعتماد که در اون نوشته بود رأی ندادن در شرایط حاضر هیچ معنایی جز این ندارد که من نابودی ایران را میخواهم
من به جبران هر آنچه که در دولت‌ها بر من روا داشتن انتقام از ملت و سرزمینم می‌گیرم. اگر به عنوان شهروند تا بهار به پیشیزی نیرزیدم، هزینه آن را از جیب مردم بی‌دفاع می‌خواهم. اگر تا به حال صدای هر منتقد و آزادی خواهی در گلو و زندان خفه شده، بهت زده در مقابل قوطی تلویزیون نشستم و دروغ‌ها و اسرار مگوهایی را در این چند روز شنیدم که بوی توطئه‌ای جانانه را می‌دهد و می‌خواهم که در افتخار برهم ریختن گربه نقش ایران سهیم باشم و امضا کرده رخشان بنی اعتماد. او جزو گروه روشنفکران و هنرمندانی بود که اعتقاد داشت باید رأی بدن و با رأی دادن خودشون تغییری امیدوار به برای تغییری در ایران باشن و امروز که نتیجه این نظر خود رو شنیده و شاهد اون هست، حالش بسیار از نظر روحی بد بود و آماده این که صحبت بکنه رو نداشت. بیانیه دیگری رو بانوی بالنده شعر ایران سیمین بهبهانی چند روز قبل از انتخابات، یکی دو روز قبل از انتخابات نوشت و منتشر کرد که در سایت روشنگری چاپ شد و گفت سیمین در اون که دلم راه نمیده که به هیچ یک از این چهار نامزد انتخاباتی رأی بدم. براتون میخواستم اون رو بخونم، اون بیانیه سیمین بهبهانی رو در ساعت دوم خواهم خوند. امیدوارم که دوستانی که برای من فرستاده بودن مجددا به من کمک کنن که به دستم برسه، برای اینکه سایت روشنگری رو هم از قرار معلوم بستن و امکانی که به اون سایت بدیم نیست و من فعلا دسترسی به بیانیه سیمین بهبهانی ندارم، ولی حتما قول میدم به شما که در ساعت دوم اون رو براتون پیدا بکنم، چون دوستان قول دادن که کمک بکنن که من اینو پیدا بکنم و برام بفرستن. دوست دیگر من خانم دکتر ماندانا زندیان دیشب دیر وقت یک ایمیل بر من فرستاده و که بسیار ایران رو و آنچه که در ایران میگذره رو از نزدیک نگاه میکنه و بهش نظر داره. در ایمیل زیبایی که فرستاده میگه که تمام فکرم تا همین امروز روی اینم متمرکز شده بود که چگونه است که آنچه در این 30 سال بر ایرانیان مهاجر ساکن در فضاهای باز و دموکراتیک گذشته به خلق ذهنیتی باز و قادر به تحمل نگاه‌های متفاوت نینجامیده است. هنوز اپوزیسیون نظر خودشان را به عنوان حقیقت محض به مردم ارائه می‌دهند. هنوز واژه تحریم را به کار می‌برند. هنوز مخالفت با نظرشان را خیانت می‌خوانند و هنوز همدیگر را تحمل نمی‌کنند. حال آنکه ایرانیان ساکن کشور در سایه تیره حکومت فاشیست جمهوری اسلامی، مردم را میگویم نصران متعصب رژیم را، توانستند به سطحی از درک و بردباری برسند که اولا باورهای خودشان را به سیستم تحمیل کنند و بتوانند بدون دخالت نیروهای انتظامی تا نیمهای شب در خیابانها آرام و متمدنانه گردایند و با مخالفانشان نیز نه از سر خشم و نه با کتک و ناسزا که با شوخی کنار بیایند و کنار هم راه بروند و با هم حرف بزنند. این بخشی از ایمیل مفصلی است که ماندانا برای من زده بود و موقعی بود که هنوز خشونت تو خیابون‌های تهران راه نیفتاده بود. حالا واقعا در مقابل آنچه که جوان‌ها دارن می‌بینند، گویا دیگه صبوری خودشون را از دست دادن. بگذارید همه با هم دعا بکنیم که در ایران آرامش باشه و واقعا جانی و جوانی به خطر نیفته در این روزگاران سخت و در این روزهایی که برای مردم ایران روزهای سرنوشت ساز است. الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم. حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم. نه نه نه، خواهش میکنم گوش کنید. به شرطی که کوتاه بگینا. من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست. قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم. نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید. واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتین. از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار. معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود. دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز. مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند. دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400، 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان. همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر سعید دهیمی برنامه‌های هنری آموزشی و سرگرم کننده مخصوص تابستان را برای شما و فرزندانتان در دو منطقه دنیای موسیقی اعلام می‌کند. 818-881-82-83. یک کلام بشنو از شیرین نشاط. شیرین نشاط یکی از پرآوازه‌ترین هنرمندان معاصر ایرانی در دنیای غرب به شمار می‌رود. او که در زمینه عکاسی، ویدیو و فیلمسازی به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده است، اخیراً فیلم تازه‌ای را به پایان برده که روز دوشنبه در موزه هنرهای معاصر لس آنجلس لاکما شاهد اون خواهیم بود. مردان بدون زنان. شیرین نشاط در کارهاش بیشتر به موضوعات سیاسی و اجتماعی زنان در جوامع اسلامی میپردازه و تهیه کردن و کارگردانی فیلمی بلند برای نشاط که در ایران متولد شده و اکنون در نیویورک زندگی میکنه یک نقطه عظیمته و یک نقطه تازه. از شیرین نشاط کارهای حرفه‌ای متفاوت و زیادی رو قبل از این فیلم دیدیم، چون کارش رو با عکاسی شروع کرده و شهرت زیادی یافته با سری عکس‌های زنان الله و با آغاز فیلمسازی چندین فیلم و ویدیوی کوتاه تهیه کرده و این نخستین فیلم بلند شیرین نشاط که ما ساکنان شهر لس آنجلس سعادت اینو داریم که روز دوشنبه در موزه لاکما، در موزه هنرهای معاصر، شب ساعت 7 به دیدار شیرین نشاط بریم و داستان زنان بدون مردان رو که از داستان تحسین شده و قوی شهرنوش پارسی پور گرفته شده ببینیم. صبح شما بخیر خانم شیرین نشاط. صبح شما بخیر. خوب هستین انشالله؟ خیلی ممنونم. البته مثل همه ایرانی دیگه فکر میکنم من امروز خانواده ما همه خیلی افسرده هستن. افسرده. اتفاقاتی که میفته. اگه میشه کمی بلندتر اینجا صحبت کنین صداتون. آها. بله. بله، منم اول برنامه گفتم که فکر نمیکنم به کسی، حداقل حد دست کم در خارج از کشور، کسی باشه که غمگین نباشه امروز از تمام اون چیزی که خبرهایی که میشنوه. واقعا آدم دلش برای همه ایرانی‌ها می‌سوزه که همچی چیزی در ایران و خارج ایران باید تجربه کنن. واقعا آینده یه روز دیگه امیدواریم. حالا در هر حال به دلیل حضور شما در شهر لس آنجلس که روز دوشنبه
دوستانتون موفق به دیدار شما از نزدیک میشن. میخواستم کمی هم در مورد این فیلم زنان بدون مردان باهاتون صحبت بکنم که یه چیزی حدود 4 سال وقت شما رو گرفت برای تهیهش، درسته؟ حالا 6 سال. 6 سال، دست میکه 6 سال. هنوزم حقیقتش سفری که من در لس آنجلس دارم اینه که با تماشاچه یه مقدار یه خود کاری که همه تو بروگه هستش نگاه بکنم، یعنی یه مقدار مقدار صدا و سیکرتا و اینا تموم نشده و اون سوالی میکنی این در یک فستیوال بین المللی سارالا یا در زنی که فرونتو یه جاهای مختلف هست که در مقاطبه هست میکنم، در زن این چیزی که ما در دوشنبه داریم واقعا اینه که داخل من پریویو داشته باشیم برای دوستان هستی بزنن که این کامل کامل نیست، ولی هر آنچه که دستاورد شیرین نشاط هست، هنرمندی که با وسواس کار خودش انجام میده، دیدنیست و از نظر من که سالهاست منتظر دیدن این فیلم هستم. تیکایش رو البته در گذشته به صورت ویدیو سرگذشت زنان مختلف و 5 زنی که هستند رو اینجا و آنجا نشون داده بودید، ولی الان این دیگه همه رو با هم دیگه روی یک خط فیلم آوردید و راجب شهرنوش پارسیپور و داستان خودش که واقعا در سال 1989 موقع که این داستان رو نوشت و مورد تحسین و بحث زیاد قرار گرفتم، کمی صحبت بکنید که گویا به خاطر همین داستان زنان و بدون مردان دستگیر شد در ایران و به زندان رفت، درسته؟ ولی این صحبتی که خود شهرنوش بعد بیشتر توضیح بده، تو اونجا که من میدونم از چند بار مختلف شهرنوشون در زندان بود و به دلایل واقعا بی‌ارزشی و واقعا مشخص نیست که آیا عرفه این کتاب رو در 1990 نمیشتم، ولی یک مقداری فکر کنم این کتاب میدونی که همطور که اصلا ایران نمیشه این کتاب پیدا کرد یا اقلا نمیشه فروختش و همیشه مسئله بوده با این کتاب، ولی آیا این که فقط به خاطر این کتابشون زندانی شده من مطمئن نیستم. البته میگن که چون پیام سیاسی خیلی قوی توش هست و بعدم بخش اعظم این داستان بخواد در مورد کودتای 1953 که سبب سرنگونی دولت محمد مصدق شده هست و یه لحظات تاریخی رو در بر داره و به ویژه به مسئله زنان مربوط میشه، خب این حساسیت رو در داخل ایران به وجود آورد که کتاب ممنوع فروش و ممنوع ارائه است، ولی شهرنوش پارسیپورم به دنبال آزاد شدن از زندان و به دنبال داستان‌هایی که براش پیش اومده، خب الان سال‌هاست که مقیم آمریکاست و ما شما با او دوستی نزدیک پیدا کردین، یه جایی هم در یکی از مصاحبه‌ها گفتین که عاشق نگاه او به زندگی شدین، درسته؟ درسته، همونطور که می‌دونید من همیشه یا از طریق عکاسی یا ویدیو که کار می‌کردم علاقه شدیدی به ادبیات خانم ایرانی داشتم و همیشه این رابطه‌ای بود که خیلی به من می‌موند و می‌چسبید مدت‌ها سال‌ها گروه بود و کسانی دیگه و با شهرنوش رابطه فوق العاده زیبایی بوده و همونطور که می‌بینید خودشون حتی تو فیلم نقش کوچیکی دارن. آره. البته بهتون بگم این کتاب یکی از مشکل‌ترین کتابی بود که من نمی‌تونستم انتخاب کنم برای ساخت اولین فیلم طولانی از دلایل مختلف، همین که خیلی کتاب شاعرانه ولی کتاب سیاسی بود، البته من یه مقداری وقت سیاسی بودنش رو بیشتر کردم، بعد اینکه خب می‌دونید در تهران بعد در کرج بنابراین دونو ساخت مختلف در طبیعت و در شهر و اونم تهران در 1953 و همین که میدونیم یه به عنوان یک آرتیستی که بیشتر با تصویر روبرو هست، داستان بندی اونم داستانی که مدرک ریلیزم سوریال انواع اقسان مسائلی بود که تعادل اونها رو نگه داشتن کار مشکلی بود و من خودخواهانه برام این مسئله کودتا در 1953 خیلی خیلی جالب بود و فکر میکردم که اکثر مثلا خصوص غربی ها ناآشنا هستن و برای من بزرگ کردن این مسئله در این داستان خارج از حتی اون طوری که در کتاب هست خیلی مهم بود و یه مقداری کاراکتر رو برداشتم و دوباره ساختم، تغییر دادم از اون که در کتاب بوده. بعد ما در مراکش فیلم برداری کردیم در شهر کازابلانکا و واقعا گشتیم شهر رو پیدا بکنیم که در حالتی کاراکتر تهران رو در اون زمان بتونه نگه داشته باشه و دیگه براتون بگم نظر ساخته مثلا فکر کنید لباس ها تا موها تا دایرکشن مثلا فکر کنید پروداکشن دیزاین خونه های قدیمی ایران تا فکر کنید مثلا ساخت اون
خونه در کرج و دنبال اون باغ گشتن. خب همه اینا میدونی مقدار زیادی تحقیقات و کلی آدم ها روی زحمت کشیدن که به این دلیل بوده که این در از وقت گرفته. باقی به رنگ سبز توند با دیوارهای گلی که روبروی آن رودخانه و پشت سران دهکده قرار دارد. این کتاب خط آغازین کتاب شهرنوش پارسی‌پور هست و تصویر زیبایی رو دست شما میده که شما که در واقع نقش کننده و یا ثبت کننده لحظات و تصاویر هستین به بهترین وجه از این استفاده کردین در فیلم زنان بدون مردانتون. شما در این برنامه‌ای که قرار هست روز دوشنبه 15 جون ساعت 7 بعد از ظهر در موزه هنرهای معاصر لس آنجلس در بینگ تئاتر که سالن بزرگی هم هست برگزار بشه، از طرف فرهنگ فاندیشن این برنامه گذاشته شده، بلیت فروشی نیست، ولی دوستانی که علاقمند هستن که بیان، من می‌خواستم اینو به اطلاع دوستان برسونم، بعد یک ساعت قبل از اجرای برنامه اگه زودتر هم خواستم بیان اونجا، همونجا هر کی اول آمد و تا موقع که سالن پر نشده بلیت ورودی میدن به دوستان که وارد سالن بشن. پیشبینی من این هستش که جمعیت زیادی خواهند اومد، بنابراین خواهش میکنم از دوستانی که علاقمند هستن شیرین نشاط و فیلمش رو ببینن کمی زودتر به موزه بیان و فرصتی هم هستش که دیداری از موزه بکنن که بتونن بلیتشون رو بگیرن. بعد از نمایش فیلم گویا شما و خانم دکتر نسرین رحیمیه با مردم صحبت میکنید خانم نشاط، درسته؟ بله، من فکر میکنم این خیلی موقعیت جالبیه که تماشاچی ها بتونن یه مقداری با فیلم صحبت بشه و سوالاشون رو بکنن و این فیلم ما ممکن نستیم همه فیلم رو نشون بدیم، ولی خیلی مقدار زیادیشون نشون خواهیم داد و حتما سوال جواب خواهد بود و من خیلی خیلی خوشحال میشم که بتونم به دوستان ایرانی بتونم مکاتبه داشته باشم، بنابراین امیدوارم که ببینم. خب البته خانم شیرین نشاط، شما پیشبینی میکنید که راحت میشین پیش بینی رو کرد که اجازه نمایش این فیلم رو در ایران نخواهند داد، ولی شما به عنوان یک هنرمندی که دوست دارین کارهاتون رو ایرانی های بیشتر ببینن، امکان اینی که احتمالاً روی سایت بذارین یا روی نمیدونم یه جوری به یه سیستمی این رو برای مردم داخل ایران امکان دیدنشو فراهم بکنید کردین؟ والا وقتی که این فیلم در بیاد، اول اینکه همیشه شما میدونین که در طریقای مختلف ایرانی ها همیشه راه خودشون پیدا میکنن که دسترسی پیدا بکنن به کارهای هنری و من مطمئنم این فیلم رو در ایران نشون نخواهند داد، ولی خب میدونین اصلا این فیلم به زبان فارسی ساخته شده و برای من خیلی، من خودم خیلی کنجکاوم که ایرانی ها چی فکر میکنن راجع به این فیلم و حتی اگر که مثلا مسئله داشته باشم راجع به این فیلم، برای من خیلی جالبه که بتونیم یه دایلاگی داشته باشیم راجع به ایران در اون زمان و اتفاقا این لحظاتی که در این فیلم مثلا زمان کودتا گرفته شده به نظر من یه مقداری منو یاد این روزها در خیابونای تهران میندازه و اینکه ما به تاریخ برگردیم و صحبت بکنیم مثلا خارج از کار هنری، دید جدی به ایران که برگردیم به اون زمان قبل از انقلاب اسلامی، بنابراین برای من فوق العاده مهمه. حالا چطوری ما بتونیم یه طوری، حالا بعد که فکر کنم فیلم در بیاد اون مسائل ما باید روبرو خواهیم شد و سر خواهیم کرد با جایی که بتونیم ایرانی ها بتونن به دسترسی پیدا بکنن. خانم نشاط، خانم پارسی‌پور هم خواهند بود در این من از شهرنوش خواستن، شهرنوش گفت من ترجیح میدم موقعی که فیلم بالاخره اومد در سینما ایشون، من حتما با خودم همه تو خواهم برد ولی مثل این که ایشون یه قراری داشت که در سانفرانسیسکو نیومد، ولی من مطمئنم وقتی که فیلم کاملا تموم بشه و در بخصوص در لس آنجلس خواهد اومد و درست دیده خواهد شد و شهرنوش حتما اون روز با من خواهد. بسیار عالی. در نشریه معتبر نیویورکر چندین بار از شیرین نشاط و کارهاش نوشتن و منتقدین هنری نیویورکر که جزء سختگیرترین منتقدان هستن در مورد همین فیلم زنان بدون مردان و کلیپ های کوتاهش که به صورت ویدیو پخش می شده با تحسین زیاد از شیرین نشاط صحبت کردن و این همه اینها و همه نقد هایی که شیرین گرفته و تمام محبوبیتی که به عنوان یک هنرمند ایرانی شناخته شده در غرب برای آورده ما رو در این انتظار میذاری که روز دوشنبه یکی از قشنگترین کارهای او رو در موزه هنرهای معاصر ببینیم و مثل همیشه لذت ببریم. ولی
کسانی هم هستن که با کار شیرین نشاط، با کار عکس‌هاش آشنا هستن و نمونه‌های مختلف عکس‌هاش رو دیدن روی سایت‌های مختلف و میدونن که چندین و چند عکس شیرین نشاط به خصوص از مجموعه زنان اللهو در موزه‌های مختلف غربی وجود داره. در مورد عکساتون هم یکم با ما صحبت کنید خانم نشاط، آیا کماکان به کار عکسبرداری هم مشغول هستین یا دیگه تمام وقتتون رو به فیلم گذاشتین؟ واقعا همین در سری همین وقتی که من فیلم زنان بدون مردان رو درست کردم برای سینما، به غیر از یه سری ویدیویی که درست کردم که واقعا خیلی فرق میکنه با فیلم سینمایی، یه سری عکس هم هست که این عکس ها کاراکتر اصلی فیلم در اومده و در من روشون مفصلا نوشتم و چیزی که روشون نوشته شده مثلا فکر کنن که عکس فائزه هست، داستان فائزه در کتابش هست و یه سری نزدیک 12-13 تا که خیلی هم من واقعا وقت زیادی از من گرفتم، بنابراین من همینطور رو عکاسی ادامه میدم و فکر میکنم که واقعا همین در آینده رو من اینطوری میبینم که یه طوری بین سینما و هنر همینطوری بگردم و اینکه من فکر کنم لازم نیست که یکی رو آدم ترک بکنه برای دیگری. چرا کار درستی؟ ارائه خط نویسی روی عکس رو شیرین نشاط برای نخستین بار در بین هنرمندان ایرانی ارائه داد، البته یعنی این فکر رو و ابتکار رو، و الان بسیاری جوانان هنرمند داخل ایران با الهام از شیرین نشاط چنین کارهایی رو میکنن، ولی کسانی که علاقه‌مندن کارهای عکس شیرین نشاط رو ببینن به سایت gladstonegallery.com www.gladstonegallery.com تشریف ببرن و نمونه های کار عکس او رو هم ببینن، و از همه شما هم دعوت میکنم که روز دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر در موزه هنرهای معاصر ایران، هنرهای معاصر لس آنجلس بله از بس فکرم تو ایران ها به دیدار شیرین نشاط بیان و کار جدید او، و بعد هم پای سخنان او و خانم دکتر نسرین رحیمیه استاد دانشگاه UCI بنشینن. برای کسانی که تا حالا هنوز نمیدونن که این موزه کجاست، 5905 بولوار ویلشر، 5905 ویلشر بولوار در شهر لس آنجلس. به امید دیدار شما در روز دوشنبه. موفق و معید باشین شیرین نشاط. خدا حافظ. روز شما خدا حافظ. The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit cia.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer. الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟ بله بفرمایید. قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟ سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور
کاتینا لندروور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لندروور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لندروور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده‌های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870 Only for limited time, 0% finance charge. هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس پکیج ویژه‌ای برای تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون تدارک دیده. پکیج کیارن شامل دو شب اقامت در اتاق‌های دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد و با قیمت ویژه 198 دلار به اضافه تکس عرضه می‌شود. برای رزرو جا با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید. یاران در این بخش از برنامه به سوئد میریم. برنامه امروز گفتگوهای فراوانی داریم که یعنی باید همراه ما بودیم تا همه این گفتگوها رو بتونیم به موقع انجام بدیم. به سراغ یک خانم فیلمساز دیگر ایرانی میریم، ناهید پرسون، که در سوئد مقیم سوئد هست و سال گذشته در جشنواره سینمایی لس آنجلس فیلم یک مرد و چهار زن او در مورد مرد چند همسری در ایران با استقبال و سرصدای فراوان تماشاگران روبرو شد و اخیراً یک فیلم مستند تازه ساخته 90 دقیقه‌ای به نام ملکه و من که با شرکت خود او و فرح پهلوی ملکه سابق ایران هست که برای نخستین بار در ماه ژانویه در جشنواره سندنس به نمایش گذاشته شد و این بار به لس آنجلس میاد برای شرکت در جشنواره لس آنجلس که از 18 ماه جون تا 28 در سینماهای مختلف فیلم‌های انتخاب شده برای این فستیوال و یا این جشنواره به نمایش در میاد. فیلم ناهید پرسون The Queen and I روز دوشنبه 22 جون ساعت 7:30 در لندمارک تئاتر شماره 8 واقع در خیابان پیکو به نمایش در میاد در وست‌وود بولوار، تقاطع وست‌وود و پیکو، و روز چهارشنبه 24 ماه جون ساعت 9:30 شب در The Regent که در خیابان براکستون قرار داره و جزء 7 فیلمی است که انتخاب شده برای جزء فیلم‌هایی است که برای این جشنواره انتخاب شده، جشنواره لس آنجلس. و امروز ما با دو تن دیگه در مورد دو فیلم دیگه ایرانی که در این جشنواره هم هست در طول برنامه صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا میریم به سوئد سراغ خانم ناهید پرسون، فیلمساز ایرانی که فیلم او در چند روز آینده روی اکران جشنواره خواهد آمد. صبح شما، عصر شما در واقع بخیر در سوئد خانم ناهید پرسون. عصر شما بخیر. خوب هستین ناهید خانم؟ خیلی ممنون، بد نیستم. خسته نباشین، میدونم که این روزها شما خیلی هم باید سفر کنید و هم باید درگیر قرار و مدارهای مختلف هستین برای همین فیلمتون که مورد توجه بسیار از منتقدان فیلم‌های مستند قرار گرفته و از قرار اینطور که شنیدم HBO هم قرار موقعی نشونش بده، درسته؟ آره درسته، 17 هم قرار نشون بده. HBO 2 یا HBO اصلی؟ راستش من نمیدونم، فکر میکنم HBO 2 یعنی اونم اصلی ولی HBO 2 از قرار معلومه. خب برای ما بگین که خیلی جالبه، چون این فیلمی که شما ساختین به عنوان یک مخالف رژیم سلطنتی در ایران، به عنوان یک از فعالان سرسخت و مبارزان سرسخت این رژیم، چطور شد که تصمیم گرفتین که با
ملکه ایران که در دوران گذشته در دوران قبل از انقلاب به مبارزه با او و رژیم او مشغول بودین فیلم رو بسازین و سرگذشت او رو و یا سخنان او رو روی فیلم مستند بیارین؟ بله، خب چون من یکی از اون مبارزان بودم و وقتی که شاه و فره از کشور رو ترک کردن، بعد از اون ما فقط خوشحال بودیم که کشور رو ترک کردن و دیگه فراموششون کردیم. یعنی من تو این 30 سال اصلا به اینا فکر نکرده بودم تا اینکه 2-3 سال پیش برگشتم ایران که فیلم Four Wives One Man یا 4 زن و 1 مرد تهیه تموم کنم که در فرودگاه منو گرفتن، پاسمو گرفتن و مدت زیادی نگرم داشتن در ایران. بعد اونجا توی مصاحبه یا بازجویی های مختلفی که از من کردن همه لقبی به من زدن و آخرش گفتن تو حتما شاه دوست هستی، که این باعث شد که من اصلا برگردم دوباره به این موضوع فکر بکنم که چی شد اینا، زندگیشون چطوری بود در خارج و این چیزا، که بعدا بالاخره و منم مجبور کردن همون موقع که زیر یه داکومنت امضا کنم که هیچ وقت در مورد ایران به فیلم تهیه نمی‌کنم. و همون موقع که من داشتم می‌نوشتم به این فکر کردم که یه فیلم در مورد فرح تهیه کنم. بله. که وقتی بالاخره برگشتم سوئد با ایشون سعی کردم تماس بگیرم به شکل‌های مختلف و خب ماه‌های زیادی طول کشید. البته خب احساس خوبی بود که می‌خواستم این کار بکنم به عنوان یه فیلم ساز، هم این که احساس خیلی بدی بود چون هنوز دید من نسبت به این خاندان و سلطنت و این چیزا خیلی بد بود. اصلا خب دوست میگفتم خب این همه آدم هست، همه آدم جالب هستن، میتونم از اونا فیلم تهیه کنم. ولی بازی کنجکاوی در من بود که خب چی شد اینا. و برام جالب بود که ایشون که با اون قدرتی که داشتن در ایران الان درست این من در تبعید زندگی میکنم و میخواستم ببینم واقعا مقایسه کنم زندگیمونو که ایشون در چه حال هستن، من در چه حال هستم. و ولی خب از اول فکر بودم فقط در مورد فرح این فیلم تهیه کنم، ولی خب یواش یواش در حین فیلم برداری که بودم نمیتونستم احساسات و اون فکرهایی که خودم هم داشتم نگنجورم تو فیلم، چون اون موقع فیلم درسته. من چیز نشریه معتبر ایندیپندنت یه مقاله مفصل راجع به این کار شما نوشته و یه تیکه جالب داری که میگه این هر دو زن مادر هستند، در تبعید به سر میبرند و زنانی مصیبت دیده محسوب میشوند، چون از قرار برادر نوجوان شما در روزهای اول برقراری حکومت اسلامی توسط رژیم ایران اعدام شده. یعنی هر دو ستم براتون وارد شده در اثر رژیم جمهوری اسلامی و این در واقع یه جوری هر دوی شما رو از نظر احساسی میست که به هم نزدیک میکنه. شاید هم این برداشتی که نویسنده ایندیپندنت داره از این فیلم از این چیز همون حرفیست که خود شما دارید میزنید. میدونم که خیلی هم براتون آسون نبود این فیلم برداری و یعنی تهیه کردن این فیلم، مشکلات متعددی هم برخوردید، از اینی که گاهی اوقات از اون طرف از طرف فرح پهلوی و یا این تردیدی پیش میمد که آیا باید این کار رو بکنن یا نکنن، ولی نهایتاً پذیرفتن. ولی اون مدت طولانی این کار طول کشید تا موافقتشون رو جلب کردین، درسته؟ آره، اولش که همینطور که گفتم 4 ماه حدوداً طول کشید که اولین بار من تونستم با ایشون ملاقات کنم. بعد خب شروع کردیم به فیلم برداری. اولش هم بهم گفتن که الان من باید ببینم شما رو فیلم برداری بعداً بکنید. ولی من گفتم حالا که دارم این همه رو میرم پاریس، فیلم بردار و دوربین و همه چیزام با خودم بردم، که موافقت کردن که فیلم برداری رو شروع کنیم. ولی خب بعد از حدود فکر می‌کنم 2 هفته بود که من بهشون نگفته بودم من مخالف رژیم بودم، میدونستن که مخالف این رژیم هست ولی بیشتر از این نمیدونستن. بعد خب بعد از که متوجه شدن به این موضوع، خب شک و تردیدشون خیلی زیاد شد که من اصلا برای چی دارم این فیلم تهیه میکنم، اصلا چرا دارم این کار میکنم، نکنه میخوام یه تصویر بد نشون بدم از ایشون و این چیزا، که تا 6 ماه دیگه همون فیلم برداری رو قطع کردم. من تا 6 ماه هر چه سعی می‌کردم، تلفن می‌زدم، نامه می‌نوشتم، به هر حال جواب منو نمی‌دادن. ولی خب آخرین کاری که دیگه گفتم، آخرین چیزی که می‌تونم بکنم اینه که کوتاه از فیلم مونتاژ کنم و براشون بفرستم. خدا وقتی که دیدن خب
خب تصویر بدی نمیخوام نشون بدم که بعد موافقت کردم دوباره برگردم و ازشون فیلم بگیرم. خب دیگه اون موقع آره وقتی دیدم برای فیلم برده فهمیدم که به یه شکل دیگه باز باشون رفتار کنم تا قبلا. متوجه شدم. به خیلی صحبت میکنن از اینکه این فیلم خیلی با احساس تهیه شده و ما مشتاقانه منتظر دیدارش هستیم در روز دوشنبه 22 ماه جون و همینطور چهارشنبه که در مجموعه فیلم فستیوال لس آنجلس جشنواره فیلم لس آنجلس به نمایش در خواهد اومد و براتونم آرزوی موفقیت میکنم خانم نایده پرسون. به امید دیدار خود شما هم هستیم، شما اون دو شب حتما هستین در سینما. آره هستم. خیلی خوب از نزدیک شما رو ببینیم و امیدواریم که اون وقت بعد در فرصت‌های بعدی مثل اینکه در نظرم دارید که شاید این فیلم رو روی اکران سینماها هم بیارین در لس آنجلس. آره امیدوارم. آره خب براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم نایده پرسون. به امید دیدارتون. روز شما خدا. یک هنرمند، یک اثر. خب یاران، همطور که توجه کردین در برنامه امروز به حضور ایرانیان در فستیوال و یا جشنواره فیلم لس آنجلس اشاره دارم میکنم و با گروه زیادی که در واقع تعدادشون واقعا قابل توجه هست سعی میکنم که گفتگو بکنم و شما رو در جریان این جشنواره بگذارم. یکی از کسانی که در این جشنواره حضور بسیار قوی داره یک دختر خانم جوان ایرانی است که با فیلم کوتاهی که تهیه کرده، فیلمش از منتخبین از یکی از 7 فیلم انتخاب شده برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره لس آنجلس هست و بسیار هم امیدواری میده که جزو فیلم‌های منتخب باشه. خانم سوزی یونسی که هم نویسنده هستن و هم کارگردان و در واقع ایشون از سال 2004 به بعد به عنوان یک نویسنده و کارگردان وارد صحنه هنری با هالیوود و امریکا شدند و در موارد مختلف فیلم هایی که ساختن بیشتر فیلم های کوتاه بوده. فیلم دیر لمن لیما به فیلم کوتاهی که یک بار در سال 2004 تهیه کردند و جوایز قابل توجه و معتبری هم بهش متعلق گرفته، این بار به بخش دیگریش و یا به نوع دیگری در جشنواره ارائه میشه که با خودشون صحبت میکنیم که در این مورد به ما توضیح بدن. خانم سوزی یونسی، صبح شما بخیر. خانم یونسی صداتون خیلی کم یاد اگه ممکنه. I'm so sorry, my Farsi is so bad. That's okay, that's okay. You can now just talk in English, fine. Thank you very much for accepting my invitation and congratulations for your new short film, Dear Lemon Lima. Talk about this short film and also tell us what happened that you decided to go to take this career as your career for life. Sure. So first, thank you so much for having me on your program. Dear Lemon Lima is a family film. It's about a young girl who is an awkward Alaskan teen, and it shows and follows her as she discovers her Yupik heritage while rallying with her fellow misfits to compete in a school snowstorm survivor competition. Mm-hmm. So the film is like a modern-day Revenge of the Nerds and follows a girl who experiences her first heartbreak, learning the meaning of true love. I decided to pursue filmmaking because growing up in upstate New York, one of my fondest memories was actually my grandmother telling me Persian fairy tales. And so I think, especially since we were in upstate New York, which is so kind of secluded from society, from like culture. The bigger Iranian community. Yeah. So it was definitely like a form of escapism for me. And growing up, I always loved the art. So it was
going from photography to music to fashion, it made sense for me to go into filmmaking because of this passion for storytelling, which was inherited by my grandmother. Mm. But you're very young to have won all this award that I see. You have won from Tribeca Film Festival and also Film Independent Screenwriters and Producers. So you have been doing something right. I think my family, when I was 14, I was in a punk rock band. Uh-huh. And then by the time I was 16, I had my first photography art show. So now, you know, in my early 30s, coming out with my first feature, I feel like I started working very young. I have a family that's extremely passionate and extremely motivated. Oh, that's good. Yeah. And are you planning to stay in this realm? I mean, short filmmaking, or eventually in the future you will entertain doing longer film or films? This is actually a feature film. This is a feature film? Yeah, okay. So Dear Lemon Lima is one of 7 feature films in competition at the LA Film Festival. The short version of the film actually played at the Los Angeles Film Festival in 2007. Oh, I see. Okay. It was an enormous learning experience and kind of paved the path for me to go and make this feature, which stars a young girl from Alaska and Academy Award nominee, Melissa Leo. So we have a great cast. Actually, the LA Times recently called it one of the must-see movies of the festival. Yeah, yeah, I heard that, and I read it also. When is your film showing? It's showing June 20th at 7:30, and Tuesday, June 23rd at 4:30. And where is that? In which of the movie theaters? It's at the Mann Festival Theater. Mm-hmm. And definitely the tickets are for sale at lafilmfest.com, and we've been tracking our numbers. And unfortunately, I think because of the buzz that's grown around the film, mm-hmm. that looks like hopefully we'll be selling out. Good. But I hope you'll be able to make it. Oh, yeah. I am planning to be there and also see you in person. Are you going to be there also when they are showing the film? I will be, and I'll be there for a Q&A after. Afterwards. It's very exciting since it is the world premiere. Mm-hmm. We've been working on it for almost a year right now. So me and my whole family lives in Los Angeles now, so all 20 of them are also going to be in the audience. It's a huge theater. It's almost 600 seats. Oh, so, okay, that's good. So we're looking forward to seeing it on either June 20th or June 23rd. And what is up in the future? What do you have in hand right now? The next project I'm doing is about an illegal alien, mm-hmm. who develops a friendship with 2 young girls. And so the young girls they develop this sort of like love and friendship between each other, and they kind of learn about this whole idea of illegal aliens and kind of question how someone can be an illegal alien if Christopher Columbus was the first person to come here and he came without permission. So, okay. So it kind of pokes fun at that idea of what an illegal immigrant is. Okay, more power to you, and congratulations. Thank you so much. And we're crossing our fingers to hear that you have won the award for the Los Angeles Film Festival. And I know that you have been busy these days, and thank you very much for giving us time for this short interview, and hope to talk to you in the future more about your career, and also hopefully you promise that if you won, you come back to this show to talk to us. Thank you, Suzy. Thank Yunusi. خواهش میکنم موفق باشی. Okay, bye. سوزی یونسی کارگردان و نویسنده جوان فیلم که فیلم او در فستیوال و جشنواره فیلم لس آنجلس به نمایش در خواهد آمد. با ما باشید. برای خرید چای خوشتم و خوش عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می کند.
چای مخصوص صدف با دو نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف با عطر هل و چای مخصوص صدف با عطر گری خوش‌طعم‌تر، خوش‌رنگ‌تر، پرعطرتر و متفاوت‌تر از آنچه تا کنون میل کرده اید. همچنین می توانید بسته 50 تایی تیبه مخصوص صدف را با عطر و طعم ارگری تهیه کرده و از مصرف آن در خانه، محل کار، پیکنیک، سفرهای تفریحی و کاری و حتی مراسم گوناگون و جشنها لذت ببرید. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m. آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید. Amanda, age 3. Tyler, age 8. Marissa, age 4.5. We could tell you just how many child abductions last year led to Amber Alerts. Shaniqua, age 14. Ryan, age 9. But this isn't about cult statistics. It's about saving kids. Terrell and Jamal, age 6 months. Please go to wirelessamberalerts.org. Sign up to get free Amber Alert text messages on your cell phone. When an Amber Alert is issued in the areas you've chosen, you'll receive a free text message. If you spot the vehicle, the suspect, or the child described in the alert, call 911. Sign up today for free at wirelessamberalerts.org. You can imagine what the family of an abducted child is feeling. Alexander, age 7. If you actually did help save that child, just imagine what that would feel like. WirelessAmberAlerts.org. A child is calling for help. This message brought to you by the Wireless Foundation, the U.S. Department of Justice, the National Center for Missing and Exploited Children, and the Ad Council. دوست با هادی خرسندی.
عصر شما در لندن بخیر آقای هادی خرسندی. صبح شما در لس آنجلس بخیر و رئیس جمهور جدیدتون مبارک خانم فرشاد. رئیس جمهور جدید خودتون مبارک. من برام شما رو گوش ندادم و نمیدونم چه گذشته است در اینجا. ممکنه مختصرم بگین برخورد شما و رادیوتون چی بود با انتخابات و نتیجه؟ من رو در آغاز برنامه صحبتی کردم که اگه بخوام تکرار کنم وقت شما گرفته میشه. گفتگوی NPR با من رادیوی پابلیک رادیوی آمریکا کرده روز پنجشنبه، بخشی از اونو پخش کردم که در واقع پایگاه خودم رو اونجا اعلام کردم. نه پیشگویی نکرده بودن، فقط به من گفته بودن چیکار میکنی. گفته من رأی نمیدم. من در جریان این بی بی سی و صدای آمریکا اینو که دارم گوش میدم و اینا و اعتراض آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی به نتیجه انتخابات. بله بله. من میخوام به ایشون به این آقایون بگم آقا اگه اعتراضی دارید به شورای نگهبان بکنید که از بین اون همه کاندیدا فقط شما چهارتا رو از قربیل خودش رد کرده بود و ملت باید به تو رأی میدادن. چرا به اونجا اعتراض میکنید؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا آقای علمی رو رد کرد شورای نگهبان؟ چرا آقای شعله سعدی رو رد کرد؟ و چرا فقط شما چهارتا رو گذاشت؟ حالا برید خدا رو شکر کنیم که تا اینجاش آمدیم. وگرنه میتونستن تا همینجاش هم شما راه ندن. زنه خان سرشار کسی که گردن میذاره به انتخاب شورای نگهبان و میاد کاندیدای ریاست جمهوری میشه که زیر نظر آقای خامنه‌ای با 4 سال فرمان بر باشه نمیتونه قهرمان ملی باشه. این جریانی که برای میرحسین راه انداختن دو یک خاتمی دیگه یا فراخاتمی دیگه میخواستن از او بسازن واقعا تو کت ملتی نمیره که هم خاتمیشو دیده، هم کشتارای 67 زمان آقای موسوی دیده. به هر حال این خبرنگار انگلیسی هست اینجا همسایه ماست، خانمی اومده بود از من میپرسید که هادی What does it mean the yellow dog is the brother of our chuckle. من نفهمیدم چی میگه اصلا. گفتم چی؟ گفت باید پزشک دکتر ایرانی که مصاحبه کرده و گفته نشستم براش 10 دقیقه توضیح دادم که What is yellow dog دگه زد برادرش و خاله یعنی چی. برای خواهم سرشا بریم سر برنامه خودمون. من زیاد وقتم و تلف این که احمدی نژاد انتخاب شده یا موسوی قرار بود بشه و چرا نشده و رأیش ملت دارن شعار میزن موسوی رأی ما رو پس بگیر وقت رو تلف این حرفا نمی کنم. چون چند روز دیگه آقای خامنه‌ای در مراسمی اینشون اینجوری خواهد گفت آقای احمدی نژاد که آقای موسوی انتخاب شد، آقای موسوی میگفت آقای کروبی که من شما رو به این سمت منصوب میکنم. یعنی مردم رأی رو دادن، بعد آقای خامنه ای میاد تازه میخواد شما رو به این سمت منصوب کنه که بر میگردم به 10-12 سال پیش خودم و همون دو بیتی که وقتی در گرم و گرم مبارزات ناطق و نوری و خاتمی آقای خاتمی برنده شد این دو بیتی رو گفتم که عرصه را باخت ناطق نوری، خاتمی شد رئیس جمهوری لیک تحت توجهات ولی چه علی خواجه و چه خواجه. عرضم به خدمتتون که دو بیتی که خیلی سرصدام کرد. بله این آقای دکتر الهی هم یک بار تجلیل کردن از بنده بابت همین دو بیتی که گفتم. یه همشهر گفتیم که سه ما تجلیل نکرد گاهی دویتی لط کردن ایشون به بعد شما رو که همینجوری تجلیل میکنن. خب البته تهدیدم میکنن البته. ولی خب دیگه با همین این جزء خورده ریزای شهرت مالیات های قضیه ارزم خدمتون که داشتم شعرهای قدیمی خودم میخوندم دیدم این چیزی راجبه تلویزیون ها گفتم برای که ریموت کنترل رو برداشتم و ابیدیتی رفتم به ورس آف امریکا بعد رفتم این ور اون ور دیدم که این شعره قد بدرم چستید که پریشب قدم میزدم در اتاق شدم پاپه حرف اخبار داغ ریموت کنترل را گرفتم به دست نهادم سر دگمه انگشتی شد نمودم چه کانال ها آب و دان به سرعت گذشتم از این یک به آن از آنجا که کم حوصله بودم به هر لحظه بر سرعت افزودم به جا رسیدم کمی خور زدم سپس با ریموت کنترل
بردم گذشتم به کانال ها مثل برق به مشرق به مغرب به مغرب به شهر در آن 10 دقیقه جا دیدم که در حالت گریه خندیدم یکی از قضا بود یکی از قضا یکی جشن بگرفت و آن یکی عذا مثل الان که آقای خامنه‌ای گفته که آقا جشن بگیرید این نذارید این شیرینی به کاممون تلخ بشه آخه این احمدی نژاد قیافه شبیه زور بیابامی هست خانم آخه شیرینی هم باید یه شکل شمایل داشته باشه فرحال میگه که یکی با سلام و یکی با درود یکی با فغان و یکی با سرود همینجور تلویزیون رو میگم یکی تعریف از رخت خواب یکی قطع میکرد جای جواب این قطع کردن تلفن کنندم بخشی از برنامه های تلویزیونی رادیویی مهاجرت ما شده خانم سرشار در آغاز کانالی آمد پدید که از عیبتش رنگی رویم پدید یکی گفت بینندگان عزیز سپس مشت کوبید بر روی میز به نعره بگفتا که جهل و جنون به زودی شود دولتش سرنگون بیاندازمش من در این کارزار شما هم کمک کن به چندین دلار. اگه فردوسی اومده بود به این قشنگی این کانالایی رو که به هر حال میگم بیایم پول بدیم ما رژیم رو براتون بندازیم رو توصیف نمی کرد سپس یک زبان باز قالی فروش برآورد از پشت صحنه خروش ببینید این نقش تبریز را گره های ابریشم و ریز را خانم سرشار از اون بر اون یکی داره رژیم رو میندازه که برگردیم ایران از این بر این یکی میگه آقا بیان فرش بخنیم بندازیم تو خونتون آقا اگه میخوام بریم ایران دیگه فرش برای خونمون میخوام چیکار به کلی گیجمون کردم جانم میگم به کلی گیجمون کردم گیجمون کردم واسه همین یکی دکتری تند و همتیز بود گمانم یه اولاد چنگیز بود که زبان مثلا به هر مشکلی داد یک راه حل بیانش پر از پند و زبان مثلا اسم نمیارم خانم فرشو ولی بعضی از این پزشکان آقایون خانمایی که توی تلویزیون ما میان فارسی سریع سر میزنن و بعضی هاشون که روان کافی هم میکنن خانم چنون الفاظ فرنگی به کار میبرن که طرف که مریضه خود مریضتر میشه اون روز به یه خانمی به یه خانمی دیگه که مادری بود برای بچه ایشون بود بگفت شما با پسرتون کایند باشین و اکنالج بکنید مشکلات او را اکنالج بکنین یعنی خب شناسایی کنین همون خانم فرشاد بعد اون خانم تفرک نمیفهمید یعنی حقا داشت منم تا چند روز پیش نمیفهمیدم گفت خانم با خدا تا حالا چند بار اکنالجش کردم ولی خوب نمیشه فکر کنم این فکر اکنالجش کنین یعنی تنقیهش کنین یا دقت کردین من میخوام خواهش کنم از این خانم های روان پزشک روانشناس و آقایان ولی آقایانو من تا اونجا که دیدم زیادم آقایان ندیدم بیشتر خانم ها تو این کار هستن قشنگ حرف میزنن بله. و آقایان و آقایان بله بله میگه که به هر مشکلی داد یک راه حل بیانش پر از پند و ضرب المثل تراپی همین کرد خرد و کلان چه فرخ لقا و چه امیر افضلان به کانال بعدی که حق باز دکان کمونیستی کرده باز سوء تفاهم نشه من به کمونیست ها احترام میذارم به سوسیالیست ها به سلطنت طلب ها به مذهبی ها به حزب اللهی ها به همه اونهایی که آزاری بر دیگران ندارن اندیشه داره احترام میذارم این که میگم به کانال بعدی که حق باز دکان کمونیستی کرده باز این حق بازه رو میگم که باز به نام کمونیست میان توی رادیو توی تلویزیون و یک جوری میخوان خودشونو به کارگر به نمیدونم کارمند به عنوان راه رهایی ایران چیز کنن وانمود کنن که راه رهایی ایران جز از طریق مردم سالاری و مشروطه نرمانی سلطنت طلبیش به معنی که نهضت مشروطیت دوباره تو این ملت زنده بشه و حرکت کنه و ما به حکومت مشروطه داشته باشیم راه حل دیگه نداره با این حق بازی ها اینا مثل همون قالی فروشه اینا مثل حال الله حالا باز اون قالی فروشه الان میگه قالی فروشه خانم سرشار و بیزینسشه من به بیزینسش احترام میذارم و این که میاد توی تلویزیون پرش میشه ایرادی ندارم اصلا بی خودی من به قالی فروشه ایراد گرفتم خانم من به اینایی که با حق بازی سر ملت کلا میذارن ایراد دارم خوب درستش کردم بله فردا مشکل پیش نه قبلش هم مشکل پیش نمیمد ولی از اینکه روشن کردید اونو مردم به حرفتون میدونم نه ولی واقعا میخوام بگم که
قرض فروختن از راه تلویزیون هیچ اشکالی نداره. عقیده فروختن و عقیده دیگران رو قطع کردن و خود فروختن جانم، خود فروختن هم بده، بحشتناک‌تره. و ایدئولوژی فروختن و ایدئولوژی رو قالب کردن به مردم، چه بدیشه در تلویزیون جمهوری اسلامی بیش از هر دستگاه دیگه این کار میشه. خوشبختانه این تلویزیون های برون مرزی ما خیلی هاشون هم روشنگر هم، خیلی هاشون هم حرفای قشنگ میزنن، خیلی هاشون واقعا آدم یه چیزی ازشون یاد میگیره. ولی خب من تو این سویزه که دارم برای این نگفتم که از کسی تعریف کنم، خواهم ترسه کار ما نقد کردن و عرضم به خدمتتون که حالا انتقاد کردن، من یه هفته از خودم انتقاد خواهم کرد که خواهم خیال همه رو راحت. بله، یه شعر دارم در این باره بگم. بله میگه که وقت داریم هنوز. بله، به کانال بعدی خروش آمد، یکی مرد چاقو کروش آمد. خانم سرشتون کانال یکی برای ایران پرسی چقدر چاقو میسوچم. اما ملت خود گوشت کجا بیارن که با این چاقو ها ببرن؟ خب چاقو بخری بذاری تو خونه گوش گیر نمیاری، خب ممکنه که نمیدونم جنایت بکنی. چاقوی که چاقوی مصرف نمونه، بگفتا صفا کنز چاقو کار که گوشت تو را میبرد مثل آرد. به کانال بعدی پزشکی متین دوتا عکس در دست گفتین چنین، کسی که کچل بوده قبل از عمل چو بعد از عمل شد نباشد کچل. خانم سرشار یه بند خدایی رو میارن دیگه، این قبلش اینجوری بوده بعدش اینجوری، گاهی هم ممکنه برعکس باشه، اول اینجوری بوده این دوار که مصرف کرده اینجوری شده باشه. ولی خب اینا هیچ وقت عکس رو اونوری نشون نمیدن، همیشه میگن قبل از عمل کچل بوده، بعد از عمل مدر آورده بوده، قبل از انتخابات آقایون خیلی دموکراتند و همین چیز رو برای ملت میخوان، حقوق زنها رو میخوان رعایت کنن، دست خانمش رو میگیره اون یکی میاره با اون یکی هزار جور وعده میده که زندانیان سیاسی رو میخوایم آزاد کنیم بعد از انتخابات. خانم سرشار همش میشن احمدی‌نژاد، چه احمدی‌نژاد چه موسوی چه کروبی چه آقای رضایی، من فکر نمیکنم که بعد از انتخابات زیاد با هم اینا تفاوتی میتونستن داشته باشن. به همین دلیل هم الان به هموطنان عزیزم سفارش میکنم زیاد ناراحت نباشین، حکومت دست آقای خامنه‌ای، رئیس جمهورتون هم آقای خامنه‌ای نه آقای احمدی نژاد. ممنونم از لطفتون. من دیگه بیشتر از این نمیذارم، اصلا اوقاتم یه خورده تلخ شده از این وضع، نه از وضعیت که چرا احمدی نژاد رئیس جمهور شده، از این که چرا یک سری هموطنان من ترش کردن، چرا یک عده خیال میکنن حقشون ضایع شده. اگه ضایع نمیشد موسوی میشد، اگه موسوی میشد همونه که اون چهره خشن رو قبلا در زمان نخست وزیر ازش داشتیم، اگر نمیشد آقای کروبی میشد، همون که در کشتن و در دستور کشتار مجاهدین کلی ایشون فعال بوده، حالا یا آقای رضایی میشد که خودش از سپاه اومده. هیچ فرقی نمیکنه هموطنان عزیز، مبارزه رو باید به هر شکلی ادامه بدیم و چیز ده یلو داگ ای برادر آف چکل به شما هم همینطور. پلیز شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466. مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. در این ویزیت چی از دست میدهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست میارید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر. من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به
سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلاسیون آزاد شده. راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم. ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم. با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866 444 6411 866 444 6411 تماس بگیرید. خب یاران، اگر که مثل ما در استودیو شما در خونتون تلویزیونتون روشنه، حتما توجه میکنید که CNN خانم کریستین امانپور مرتب از تهران داره گزارش میده و گزارش های او حاوی از این هستش که انتخابات ایران رو ایرانیان دارن چالش میکنن و یه عده زیادی به خیابان ها ریختن، عکس چندین خودرو که آتش زده رو نشون میدن و همینطور جوان های که سنگ دستشونه و پرتاب میکنن به سوی نیروهای حالا انتظامی هستند یا پاسداران. در هر حال وضع در ایران همونطور که در اول برنامه هم گفتم متشنجه، به دنبال اعلام رأی. در بخش ساعت اول برنامه براتون بیانیه رخشان بنی اعتماد رو خوندم، بخشی از ایمیلی که ماندانا زندیان برای من فرستاده بود و خوندم، همکار و دوست عزیزمون. در یک گوشه دیگر از نوشته ها و بلاگ ها بچه های جوان خوندم که یکی از این بچه ها نوشته بود که 22 خرداد این چنین سخن میگه که 22 خرداد نه 22 بهمن نسل اولی هاست، نه دوم خرداد نسل دومی ها، بلکه 22 خرداد دستاورد نسل سومی هاست. حالا در واقع بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان چشم به این نسل سومی ها دوختند، در حالی که نگران سلامتشون و نگران سلامت روح و جسمشون هستند، برای اینکه در واقع کوشش اونها برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران به نتیجه برسه دعا میکنن براشون و در واقع چشم نگران و حسرت بسیاری در داخل ایران و در خارج ایران به دنبال بچه های جوونه. بهتون گفته بودم که بیانیه ی خانم سیمینه بهبهانی که چون همیشه نثرش هم مثل شعرش زیباست رو در این بخش میخونم، به شرطی که دوستان یاری کنم برای من بفرستن چون خودم نمیتونستم برم رو اون سایت. با همت و مهر فراوان خانم ژیلا میرافشار این نوشته و بیانیه خانم سیمینه بهبهانی به دست من رسید که همکنون براتون میخونم. سیمینه بهبهانی چند روز پیش، شاید 5-6 روز پیش، نامه نوشت به گروهی که در بروکسل گرده هم آمده بودند برای مسائل ایران و خطاب اونها چنین میگوید که هموطنان گرامی و دوستان عزیز که از هر جای جهان گرده هم آمده اید تا درباره سرنوشت کشور خود همراهی و هماندیشی کنید، میخواستم که در حضور شما باشم و دیده به دیدارتان روشن کنم. بیماری امانم نداد، میخواستم به پای تو تقدیم جان کنم، بختم چنین نخواست که کاری چنان کنم. پس به نوشتن کلامی بس میکنم. کشور ما اکنون بر سر چهارراه سرنوشت ایستاده است. انتخابات را میگویم با 4 نامزد از صافی گذشتش. هرچه کردم که خود را به انتخاب یکی از این 4 تن راضی کنم نشد. میگویند کشور 40 میلیون شخصیت حائز شرایط شرکت در انتخابات را دارد. فرض کنیم که نیمی از این جمعیت خواهان شرکت هستند. آیا در میان آنان شمار قابل توجهی استاد و اندیشه‌ور و اقتصاددان و روشنفکر و سیاستمدار وجود نداشت که فقط 4 تن، آن هم از کسانی که امتحان خود را در ورطه اداره مملکت دادند، پس از گذشتن از صافی به مردم معرفی شوند تا از میان آنان یکی را برگزینند؟ ملت ما اجازه تشکیل حزب و گروه و جمعیت ندارد. کانون نویسندگان نه ایران 40 ساله شد و هنوز مجوز رسمی نگرفته است. در کشورهای دموکراتیک نمایندگان یا رؤسای جمهور را احزاب یعنی مردم تعیین می‌کنند و به میدان رقابت می‌فرستند. در کشور ما عکس این است.
یک جمع کوچک صلاحیت آنان را تسبیب می کنند، آنگاه مردم مکلف می شوند که برایشان تبلیغ کنند. من یک صدای تنها هستم در حد خانه‌ای که در آن سکونت دارم، اما اختیار تفکر و تشخیص خود را در دست دارم. با همین صدای تنها می گویم که این گونه انتخاب را درست نمی دانم و به هیچ یک از نامزدها رأی نمی دهم. به رأی هر فرد یا گروه احترام می گذارم. ضمناً یادآور می شوم که این بخت را نداشتم که به هیچ حزب یا گروهی وابسته باشم، اما برای آنان که به درستی در گروهی یا حزبی هم کاری می کنند آرزوی توفیق دارم. همچنین برای کسانی که با اعتماد راستین در انتخابات اخیر ایران شرکت می کنند آرزوی خیر و صلاح می کنم. برای کشورم ایران آرزوی آزادی و سربلندی و آرامش و نیکبختی دارم. جهان را از آفت جنگ و ترور و ظلم و شقاوت به دور می خواهم. کلام تاگور شاعر و فیلسوف هند را به یاد می آورم که گفت: به امید روزی که آفتاب صلح و تمدن چون نخل زرینی از فراز بلندی های مشرق زمین بردمد. و امضا کرده سیمین بهبهانی. شعری که اخیراً سیمین بهبهانی در این زمین سروده نیست شنیدنی است. سیمین میگوید: در این کشاکش خودکامان نجات از که طلب دارم؟ به حیرتم که از این خامان زمام را به که بسپارم. یکی به کار دغلبازی، یکی به سان براندازی، به سود کار وطن باری کدام را به حساب آرم؟ به شام سفره بیندازم، طعام خون جگر سازم، فرار سن زره سرخوش معاندان جگر خارم. به شب که خواب فرازاید، حراس و دلهور بازاید، هزار شکلک ابلیسی براید از در و دیوارم. یکی دو دست به خون شسته، مدد به جهل و جنون جسته، دو شاخه می کندم مشتان میان دیده بیدارم. یکی به قهقه می خندد، صداش تنتنه می بندد، که از تو سایه امضا را به هر طریق طلبکارم. فریب و فتنه خروشان را بر این معامله پوشان را، ز من تصور بیعت چیست که از این مبایعه بیزارم. فریب خورده به اول بار سزاش نیست ز کس آزار، مباد آن که کسی بیند فریب خورده به تکرارم. اگرچه مصلحت آیینم، ولی صلاح نمی بینم که فصل از سر نادانی بر این مصالحه بگذارم. شعر سیمین بهبهانی که به همین مناسبت سروده بود و می بینید که همیشه چقدر محکم، قوی و زیبا و به موقع شعر میگه و ما رو آگاه میکنه از اون چه که میگذره و از تصمیمی که گرفته بود برای اینکه رأی نده رو با چه زیبایی و با چه کلام فاخری عنوان کرده در بیانیه خودش. بریم سراغ داریوش و شعر دوباره میسازمت وطن سیمین بهبهانی رو بشنویم. Thank you.
که با خشت جان خیش سکون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خیش. اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش Thank you.
میخوام نباشد بخرم ممکنه چیش داشه یک جا بخرم ممکنه میخوام نباشد بخرم میخوام نباشد بخرم این لواشک برای طبع شماست شیش تا چیه ده تا برای شماست هر کی لواشک صدف رو برده ظرف یه روز تا آخرش رو خورده زرشک و آلو و انار و آلبالو زردالو هفت میوه شامل هلو میخوام لواشک بخرم میخوام لواشک بخرم مزه این لواشک ها حد نداره قند و شکر اضافی و رنگ نداره طبیعی و خوشمزه و سالم‌تره چون صدفه یه انتخاب بهتره زرشک و آلو و انار و آلبالو زردالو هفت میوه شامل هلو میخوام لواشک بخرم میخوام لواشک انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست پلنت آنلاین اولین شرکت تلفنی ایرانی در کالیفرنیا است که با هزینه کمتر و سرویس برتر خدمات تلفنی و اینترنتی سریع قابل اطمینان را برای خانه های شما و محل کارتان عرضه می کند 818-532-5200 با صرف جوی متجاوز از 30% با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطوه پلنت آنلاین بدون تعویض شماره قبلی 818-532-5200 با پلنت آنلاین شما به مدتی 3 ماه از سرویس تلفنی برای منزل خود همراه DSL و 2500 دقیقه تلفن راه دور به آمریکا و کانادا با پرداخت $9.99 برخوردار خواهید شد 818-532-5200 با اشتراک بیزنس خود به پلنت آنلاین توسط این کمپانی وبسایت هوستینگ برای بیزنس شما 6 ماه اول رایگان خواهد بود 818-532-5200 planetonline.net همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر سعید دهیمی برنامه‌های هنری آموزشی و سرگرم کننده مخصوص تابستان را برای شما و فرزندانتان در دو منطقه دنیای موسیقی اعلام می‌کند 818-881-82283 یک هنرمند یک اثر خب یاران در ادامه پوشش حضور ایرانیان در جشنواره فیلم لس آنجلس که از هفته آینده شروع خواهد شد به سراغ فیلم دیگری میریم و دو بازیگر اصلی این فیلم که هنوز روی صحنه های سینما نیامده در مورد فیلمشون و در مورد نقش فوق‌العاده‌ای که بازی کردند نقد های بسیاری رو خوندیم و شنیدیم این در این ساعت با آقای نوید نگهبان صحبت میکنیم هنرمند ایرانی که در فیلم های آمریکایی و در هالیوود بسیار درخشیده و این بار با ایفای یک نقش فوق العاده سنگین و یکی از نقش های درخشان فیلم سنگسار سریامیم یکی از نام های مطرح است در جشنواره لس آنجلس و همینطور در صحنه فیلم های سینمایی فیلم سنگسار سریامیم که قرار است روز عرض میکنم که 20 جون در فستیوال در لس آنجلس فیلم فستیوال در جمعه 19 جون نمایش داده بشه کار از روی نوشته مشهور آقای سیروس نورسته نوشته شده کتابی که جزء کتاب‌های پرفروش بود در فرانسه و کارگردان این فیلم از بازیگران بسیار مشهوری دعوت کرده که در این فیلم بازی کنن فیلم به زبان فارسی است ولی زیرنویس انگلیسی داره شهره آقداشلو، مرجان مارنو، پرویز صیاد، علی پورتاش، نوید نگهبان، محمد یزدانی، واچه مانگاساریان، ویدا قهرمانی و فریبرز داوودیان جز چهره هایی هستن که در این فیلم بازی میکنن و همونطور که به شما گفتم در این ساعت خوشحالم که نوید نگهبان رو روی خط دارم که با او در مورد فیلم سریا سنگسار سریا میم صحبت بکنم صبح شما بخیر آقای نوید نگهبان
صبحتون بخیر آقا جان، چطور هستین شما؟ خیلی ممنونم از لطفتون، از اینکه دعوت من قبول کردین در این برنامه هستین و دوستان صدای شما رو از طریق برنامه خانه دوست میشنوند. اولا تبریک صمیمانه بهتون بگم بابت بازی فوق العاده زیبایی که در این فیلم کردین، یعنی به طور استثنایی بازیتون زیباست و نقشتون قشنگ بازی، هرچند که نقش بدیست نقش یک شوهر بدجنس رو بازی میکنه، شوهر سریا رو، ولی فوق العاده است. چطور شد که تصمیم گرفتین و پذیرفتین که در این فیلم بازی بکنید؟ والا موقعی که من فیلم نامه رو خوندم و واسه مصاحبه رفتم، یه مدار تحقیقات کردم راجع به اتفاقاتی که الان داره در ایران میافته و یه مدار باعث تعجب بود که هنوز یه چنین کارهایی تو ایران اتفاق میافته و فقط مسئله ایران نیستش. میدونیم گاهی اوقات شما یه چیزی رو میشنوین ولی به اون صورت بهش توجه نمی کنین چون خیلی به شما نزدیک نیستش، ولی موقعی که راجع بهش تحقیق میکنه میبینین که تمام اطراف دنیا داره اتفاق میفته و هنوز که هنوز دارن این قوانین رو اجرا میکنن و سعی کردم کاری که میکنیم طوری باشه که اقلا we just wanna raise a question، یک سوالی رو به وجود بیاریم، یه برای مردم یه مدار مردم رو روشن بکنیم و بهش نشون بدیم که واقعا یه چنین چیزایی اتفاق میفته و گاهی اوقات چون شما مثلا اگه یه تصادفی میشه اتفاقی میفته واسه یه نفر، موقعی که برای شما اتفاق نمیفته میگن خب شده میشه، ولی موقعی که میبینیم به چش خودتون چه اتفاقی میفته بعد سعی میکنیم که بیشتر بهش توجه بکنیم و شاید ما بتونیم که این مسئله رو عنوان بکنیم که مردم بهش توجه بیشتری بکنن. فیلمیست که در موقعی که برای روزنامه‌نگاران و مطبوعات یعنی پرس نشون داده میشد من این فیلم رو دیدم. فیلمیست که به شنوندگانی که الان دارن گفتگوی ما رو میشنون بگم اقلا با شما چند روز خواهد موند. فوق العاده فیلم قویست و یعنی تکان دهنده است. این فیلم بازی ها محشرن، بازی هایی که میکنن، بازی نوید نگهبان و شهره آغداشلو درخشانه، به اضافه پرویز صیاد که اصلا غیر از اینکه بازی درخشان بکنه ازش انتظاری دیگه نمیره و همه تک تک کسانی که بازی کردن. چرا این فیلم آقای نگهبان به زبان فارسی تصمیم گرفته شد که فیلم برداری بشه، هرچند که تهیه کنندهش و کارگردانش امریکایی هستن؟ والا موقعی که ما داشتیم صحبت میکردیم میخواستیم چون ببین گاهی اوقات یه چیزایی به زبان اصلی به صلاح داستان به عنوان میشه، یه سری احساسات و یه سری صحبتایی که اینا رو راحت‌تر میشه عنوانش کرد. میخواستیم تا اونجایی که ممکنه واقعا مردم رو داخل داستان بکنیم، مردم رو بیشتر وارد داستان بکنیم که اینا بیشتر we just want to feel how it is just to be there in that moment. در اون لحظه چه اتفاقی میفته و میخواستم تا اونجایی که باید شاید واقعی باشه و من واقعا باعث افتخار بود واسه من با کار کردم با کسایی مثل شهره، پرویز صیاد، علی پورتاش، دیوید دیان، موژان مانو، بچه ها، واقعا هر کسی که تو این فیلم کار میکرد شما میتونستم ببینید. مثلا ویدا قهرمانی یه صحنه داره که واقعا اصلا موقعی من هر رو نگاش میکنم اون صحنه رو، منی که اونجا بودم و دیدم چجوری این داره فیلم برداری میشه، من تاثیر قرار میگیرم. به راستی ویدا قهرمانی بازی بسیار زیبایی میکنه. داریم همتون محشر بازی میکنید. یکی از فیلم های که واقعا باید توصیه کرد که همه ایرانی ها این رو فیلم رو ببینند و دوستان امریکاییشون هم ببرن ببینند. یکی از فیلم های استثنایی است که ظرف این 30 سال خارج از کشور در مورد مسائل و مشکلاتی که در داخل ایران هست ساخته شده. فیلمی است که مسائل حقوق بشری درش، حقوق زن درش، همه این دقیقاً این مسئله فقط مثلا مسئله خانمایی که این اتفاق براشون میفته فقط نیستش، مسئله چیزی که هستش مثلا توی دسامبر سال گذشته حتی سه تا آقا رو
سنجکار کردم و ببخشید این اتفاقاتی که داره میفته. ببین چون موقعی که یکی از صحبتهایی که شد اینه که یه سری اتفاقات اون موقعی که پشت پرده یا پشت یک دیواری اتفاق میفته هیچ کسی بهش توجه نمی کنه. دعیت ما داریم با این فیلم می کنیم یعنی که فقط یک سوراخ کوچیکی یک روزنه تو این دیوار باز بکنیم که مردم ببینن اون طرف چه اتفاق میفته و به واقع موفق بودین در این کارتون. یعنی این خیلی واسه ما مهمه. موقعی که فیلم باز میشه دو هفته اول فیلم برای ما خیلی مهمه. فیلم 26 باز میشه. 26 رو اکران عمومی میره رو سینما ها ولی بله، در 20 در فیلم فستیوال نشون. من اول برنامه گفتم 19 اشتباه کردم تصحیح میکنم، روز 20 ساعت 3 بعد از ظهر در ال فیلم فستیوال افتتاح میشه ولی اکران بله. عمومیش 20 چندم فرمودین؟ 26 داره باز میشه و توی اینترنت لیست سینما ها رو میشه گرفت در مناطق مختلف نیویورک، اطراف لس آنجلس، بوستون، شهر مختلف باز. آقای نگهبان داشتین میگفتین مهمه که مردم استقبال بکنن توی این دو هفته و به دیدن این فیلم برن برای اینکه بتونن ادامه بدن در تئاترهای دیگه هم ببرنش. دقیقاً و این چیزی که هستش درسته که دیدن فیلم شاید یه ما باید سنگین باشه و مشکل باشه واسه تماشاگرها، ولی کاری که دارن میکنن با این they're opening eyes. دوستاشون باید ببرن با دوستاشون صحبت کنن و این مسئله فقط توی ایران اتفاق نمیفته. توی اطراف دنیا هستش، توی مثلا توی کشورهای بعضی از کشورهای آفریقایی هستش، حتی توی کردستان و عراق، توی افغانستان، یه مسئله یه که من فکر میکنم حتی یک دونش هم زیادیه. درست. و یه مشکل جهانی هم هست علاوه بر اینکه در ایران خود ما الان داره اجرا میشه. صحنه های دلخراش سنگسار که فیلم های مستند شو دیدیم و در این فیلم سنگسار سریا میم به زیبایی و با هنرمندی توسط هنرمندان ایرانی این صحنه ها بازسازی شده و یکی از زیباترین کارهای انسانی و حقوق بشری رو نوید نگهبان و یاران هنرمندش برای ما رو صحنه بردن و همه شما توصیه میکنم که این فیلم رو ببینید. میدونید که من کمتر توصیه میکنم ولی هر آنچه که برای کارهای هنری توصیه میکنم واقعا بهش ایمان دارم و واقعا این فیلم زیبایی است. دست شما درد نکنه و خسته نباشید. متشکرم. خواهش میکنم آقای نوید نگهبان. روز شما بخیر. متشکرم. یاران در این بخش از برنامه بعد از صحبت با آقای نوید نگهبان در ارتباط با فیلم سنگسار سریا ام میریم به سراغ بانوی هنرمند و غرور آفرین ایرانی که دوست بسیار نازنین من هم هست و هنرپیشه اول این فیلم، هنرپیشه اول زن این فیلم، خانم شهره آقداشلو که هر وقت هر کاری رو انجام میدند برای جامعه ایرانی باعث سربلندی است و برای ما کسانی که دوستش داریم باعث سرافرازی. خانم شهره آقداشلو صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم هوا سرسار. بله چه روز خوبی. خیلی ممنون. خواهش با یک
صحبتت با یک دوست و یک رفیق شروع میشه در برای یک ساعت یا موضوعی که خیلی برای هممون اهمیت داره. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. میدونم که این روزها شما برای کار همین فیلم سریا سنگسار سریا میم مرتب در سفر هستیم و مرتب در جلسات مصاحبه و گفتگو و در واقع به قول اهالی فن پروموشن این فیلم هستین و ممنونم که وقتتون رو دادین که چند دقیقه با شما صحبت بکنم در مورد همین فیلم و در مورد نقش خودتون در فیلم سریا سنگسار سریا میم. چقدر زیبا بازی کردین این فیلم آخه شما خانم آقداشلو. خیلی ممنون، متشکرم مرسی، خیلی ممنون. ما انتظار یه جایزه دیگه و یا با یک نامزدی برای یه جایزه دیگه و بعد گرفتن اون جایزه دیگه هستیم برای شما با خاطر این بازی. قربانی شما عزیز، دهنی شما به گوش خدا. مثلا آمریکایی رو دست بگردم با کم خیلی بابک این هر اتفاقی که برای این فیلم بیفته یا به هر طریقی که توجه بیشتری رو جلب بکنه قلب همه ما رو شاد میکنه. همه ما دستن در کارانو که تهیهش کردیم، چون وقتی توجه بیشتری بهش میشه آدم های بیشتری میخوان ببیننش، تماشاگران بیشتری پیدا میکنه. مثلا از اول هم هدف این بوده که این رو تا اونجایی که ممکنه ما نشونه همه مردم دنیا بدیم، به خصوص به قول من گاهی اوقات میرم توی سایت خودمون وقتی فیلم ساخته شد فکر کردیم چه کنیم، چون یک عده میمدن فیلم رو دیده بودن میگفتن حالا ما برای شما چه کار میتونیم بکنیم. بلا فاصله این سایت براه افتاد، www.stolim.com. میرم توی سایت نگاه میکنم ببینم مردم چی فکر میکنن، چی میگن، کامنت هایی که میدن، نظری هایی که میدن خیلی جالبه. در همین راستاست که خدا کنه خیلی ها ببیننش، خدا کنه همه متوجهش باشن. یه دختر خانمی از ایران نوشته بود که نه تنها نشون داده بشه بلکه در ممالکی نشون داده بشه که بیشتر از همه نیاز به نمایش داشت. شما الان در سطح واقعا مسئله حقوق زن و حقوق بشر در اون هم در سطح جهان با این فیلم به جلو اومدید و مسائلی رو در این فیلم نویسنده، کارگردان و شما هنرمندان که با هم بازی میکنید برای خیلی خیلی شفاف و در این حال خیلی با خشونت در مقابل چشم بیننده میذارید که این فیلم رو ببینه، مخصوصا صحنه دلخراش و بحث برانگیز سنگسار که در این فیلم هست و چقدر این تیکه از نظر هنرمندی موژان و کار خود شما زیبا، حسش زیباست و حس یعنی غم انگیز زیباست، غم زیبا رو به آدم میرسونه که به این فکر میفته انسان که یک هنرمند موقعی که خودش رو متعهد میدونه در مقابل جامعه جهانی به عنوان یک شهروند جهانی چقدر میتونه کار انجام بده و چقدر کار میتونه بکنه و چقدر میتونه پیام بده. ممنونیم از شما که این پیام به این زیبایی رو برای مشکلاتی که در ایران و سایر کشورها هست دارید به جهان میرسونید. خانم آقداشلو، با سپاس از شما برای توجهتون، برای پشتیبانی از ما و برای این همه محبت و قدردانی، من از شما سپاس گذارم. چند شب پیش یک نمایش خصوصی از فیلم داشتیم، یه آقای آمریکایی سوال کرد که خب شما دائم میپردازید به این مشکلات و معضلات، آیا نگرانی ندارید؟ گفتم خب چرا، همه ما نگرانی های خاص خودمون رو داریم، اما اگر ما نکنیم چه کسی میخواد این کار رو بکنه؟ و تمام سینما دست داد، برای که همه متوجه بودن که واقعا نیاز به یک جور اتفاق و همکاری عمومی و همگانی برای به تصویر کشیدن اینجور معضلات جهانی. و بعد هم یک گل مادر بزرگم، یک جفت کفش آهنین، یک عصای آهنین، اراده آهنین و پخشش در جهان که خب خدا رو شکر خیلی موفق بوده تا حالا. در همین نمایش های خصوصیش هم مثل شبی که شما تشریف داشتین خیلی با تماشاگرش رابطه برقرار کرد، بسیار رابطه، تماشاگرش احساس میکنه که وظیفه ای داره در قبال این فیلم که باید انجام بده. درسته، تا اینجا خیلی خوب آمده. شب یعنی شب که نیست، بعد از ظهر 20 که در فستیوال لس آنجلس جشنواره فیلم لس آنجلس این فیلم به نمایش در میاد، شما و خالد حسینی نویسنده مشهوری که فیلم بادبادک پران رو در واقع از او دیدیم و دو کتاب فوق العاده زیبایی که نوشته و همینطور رضا اصلان از قرار معلوم در یک پنل میشینید و با بینندگان فیلم صحبت میکنید، درسته خانم آقداشلو؟ بله بله،
بله درسته، احتمال داره که تعداد بیشتری از بازیگران فیلم رو همچنین کارگردان رو هم به پنل بیاریم. الان داریم روی تعدادش کار میکنیم. ولی این فیلم یعنی روزی که در فستیوال لس آنجلس نشون داده میشه میتونن دوستان برن به سایت LA فیلم فستیوال یا به سایت خود دستونینگ برای این که بدونن بلیط چجوری میتونن بگیرن و کجاست و بعدم یه ذره عجله کنن چون حتما خیلی زود به پایان خواهد رسید. سولد آوت خواهد شد. بله الان هم فکر نمی کنم دیگه جا باشه، الان تعدادی باقی مونده باشه. بله برای اینکه هفته گذشته فستیوال اعلام کرد که فقط از طریق خود فستیوال آنلاین میتونن بلیط ها رو بخرن، رزرو کردنی نیست و مثل اینکه یه 10 دقیقه رو بعد از اینکه فیلم ها رو اعلام کرده بودن خیلی باعث تعجبشون تعداد زیادی از بلیط ها رفته بود. تعدادی رو هم خب برای بازیگران و همراهان و فامیل، تعدادی برای پرامیننت ژورنالیست مثل خود شما گذاشتن، بنابراین خیلی جای زیادی نخواهد بود، خصوصا اینکه اونهایی که به کار خالد حسینی علاقمند هستن و اعتقاد دارن به کارهایی که او میکنه جدا از دیگر فیلم این فرصت رو دارن که خالد حسینی رو هم ببینن و خالد حسینی خودش پیشنهاد کرده که این فیلم رو در واقع مهماندار نمایش این فیلم در فستیوال لس آنجلس باشه چون تحت تاثیرش قرار گرفته بود. خوندم که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و چقدر تعریف کرده بود از فیلم خالد حسینی. بله خیلی خیلی از فیلم خوشش اومده و برای همین هم خودش پیشنهاد کرده بود که بگذارید که من مهماندار برنامه‌تون باشم، تعداد بیشتری رو میتونم دعوت بکنم، اجازه بدین که دربارش صحبت بکنم. بنابراین 22 ما هم از سخنان خالد حسینی مستفیض خواهیم شد، هم فیلم رو خواهیم دید، هم بعد از فیلم پرسش و پاسخه و فرصت طلایی برای اونهایی که سوالایی دارن بعدن میخوان برن از خودشون سوالا رو بکنن، همونجا از کارگردان یا از بازیگران از آقای خالد حسینی که قبل از شما قبل از شما خانم آقای داشتم با نوید نگهبان صحبت میکردم و او اعلام کرد که از هفته بعدش روی اکرانهای سینما خواهد اومد به دلیل اینکه بلایونز گیت مثل اینکه مسئول توزیع این فیلم شده که یکی از کمپانی‌های بسیار مشهور و در واقع میشه گفت گردن کلفت آمریکایی است بده و این یه اتفاق خوبی است که برای این فیلم افتاده. بسیار زیاد باور نکردنی، نه تنها لایونز گیت که کراس رود هر دو با هم، لایونز گیت و کراس رود هر دو با هم فیلم رو پخش و توزیع میکنن و ما وقتی من شنیدم به قدر خوشحال شدم چون میدونی این همه جون وقتی که فیلم ایندیپندنته و فیلم کوچیک لو باجت با سرمایه کم ساخته شده همونجوری باهاش رفتار میشه مگر اینکه یک فیلم عجیب غریب فوق العاده خوب فوق العاده مورد توجه مردم قرار بگیره که خودش راه خودش رو به بیرون پیدا بکنه مثل لیتل میس سانشاین پارسال که انقدر جلب توجه کرد، یک فیلم 2 میلیون دلاری که در مثلا یک ماه ساخته بودن خیلی لو باجت بود. خیلی کم اتفاق افتاده توی تاریخ سینمای آمریکا که فیلم‌های لو باجت راهشون رو به سینماهای بزرگ پیدا بکنن و این یکی معجزه‌وار اتفاق افتاد. همونجوری که ساختنش وقتی سیروس نورست پارسال یه ماه دو سه ماه جلوتر از الانی که من با شما صحبت میکنم به من زنگ زد گفت من این نوشته رو دارم، گفتم کی میخواد برای تهیه کنه، کدوم کارگردان متعهد میخواد توی هالیوود اینو برای تو بسازه و پولش رو ریسک بکنه روی این. فرداش به من زنگ زد گفت تهیه کننده پشن آف کرایست مایلی بری ببینیش؟ همچین که گفت تهیه کننده پشن آف کرایست دیو مکبیتی میخواد تو رو ببینه، تو مثلا ما میریم برای میتینگ، من 11:30 صبح رفتم با استیو برای میتینگ، استیو و جان شپرد از همه چی حرف زدیم به جز این فیلم. آخرش استیو از من پرسید تازگی چی خوندی که دلت بخواد بازی کنی توش؟ گفتم استونینگ آف سرعی و هم جان شپرد و استیو یه نگاهی به هم کردن، جان گفت من که تو من خوندم فوق‌العاده است. ساعت 11:30 صبح من اومدم خونه، اونیم سیروس زنگ زد گفت اینا سرسون گرفتن فیلم رو تهیه بکنن. اصلا never heard of before. به در ظرف 10 روز سیروس رفت این دهکده زیبا رو در اردن هاشمی پیدا کرد که معمولا میگن اصطلاحش سکاوتینگه، میگن اینا وقتی میگن برای سکاوتینگ یا پیدا کردن محل مورد نظر یه ماه اقلا طول میکشه. روز سوم این ده رو پیدا کرده بود. ظرف یک ماه ما اونجا بودیم، یک ماه و نیم فیلم برداری کردیم، 3-4 ماه پستش بود، ما زیر 1 سال خودمون رو رسوندیم به فستیوال فیلم تورنتو و در اونجا مقام دوم رو برای انتخاب مردم گرفتیم، یعنی سکند رانر اپ فور پیپلز چویس کنار اسلام داگ میلیونر، اول اسلام داگ میلیونر بود. یعنی یه اتفاقایی داره برای این فیلم میفته که من به شخصه با این 35 سالی که کار کردم تا حالا ندیدم.
یعنی معجزه وار داره میره جلو. برای همین هم وقتی لاینز گیت و کراس رود اومدن اصلا هیچ کدوم ما باورمون نمیشد. و حالا هم که در کان شنیدم که فیلم برای فروش رفته بود به فستیوال کان، شنیدم که چند از ممالک عرب فیلم رو خریدن، یونایتد عرب امارات خریده، کویت خریده، جردن خریده. یعنی تمام اون آرزوهای محال داره برآورده میشه. به قول اون دختر ایرانی که توی سایت نوشته بود آیا این فیلم در اون جاهایی نشون داده خواهد شد که لازمه نشون داده بشه. میخواستم اینجوری بهش خبر بدم که بله مقدار زیادشون خریدن. بله بله. چقدر از شما سپاسگزارم خانم آقداشت و برای شما و همه یاران و همراهانتون در این فیلم آرزوی موفقیت میکنم. و این نکته رو فقط با این جمله تموم بکنم که یک روزی که به شهره آقداشلو ایراد گرفتن که چرا گفته من اگه لازم شد چادر سر میکنم و فیلم بازی میکنم، گفتن شهره نباید بود همچه حرفی رو میزد، میخوام دوستان برم ببینن و که وقتی شهره آقداشلو چادر سر میکنه و فیلم بازی میکنه چه میکنه. برای اینکه فرصت کمی داریم فقط با سپاس از همه شما که شنونده این برنامه بودید و کارگردان فنی برنامه و مهمانانمون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز و روزگار بر شما خوش. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجموعه